حسیب قوای مرکز جواب خوشحال سادات را داد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. فرمانده حسیب قوای مرکز جواب خوشحال سادات را داد. جنگ سالار خوب است از اینکه مثل شما خاک فروش، ناموس فروش، معامله گر، خائن و وطن فروش باشیم. بجای یاوگویی اگر واقعا فرزند همین سرزمین می بودی، از وطنت دفاع می کردی و فرار را ترجیح نمی دودی. و باز هم یک وظیفه کوچک برایت می دهم که خواهرهایتان را از دیسکوتیک ها جمع کنید. همینم یک جهاد است. این در حال است که رحمت الله نبیل در واکنش به سخنان خوشحال سادات می گوید به جای دامن زدن به مسائل قومی، اقلیت خائن باید جدا شود. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی از سخنان تازه خوشحال سادات انتقاد کرده و گفته است که به عوض دامن زدن به مسائل قومی، بهتر است اقلیت خائن از اکثریت وطن دوست جدا شود. نبیل روز شنبه 13 قوس در توییت نوشته است به عوض دامن زدن و فراگیر ساختن بحث های اکثریت و اقلیت قومی، در این مقطع زمانی بهتر خواهد بود که با بحث و جداسازی اقلیت خائن از اکثریت وطن دوست بپردازیم. رئیس پیشین امنیت ملی افزوده است این اقلیت خائن بودند که کشور را به وضعیت فعلی رساندند. این اظهارات در حال بیان شده است که خوشحال سادات، معاون پیشین وزارت داخله حکومت اشرف غنی، در دانشگاه کمبریج گفته است که قوم پشتون در افغانستان در اکثریتند و در 20 سال گذشته به حاشیه رانده شدند. او از نحوه برخورد حامد کرزی نیز انتقاد کرده و گفته است که او از جنگ سالاران دلجویی میکرد و آنها را در کابینه خود جا داد. به گفته سادات، بسیاری از آنها نمایندگان قوم اکثریت نبودند. خوشحال سادات افزوده است که از همان ابتدا عدالت و برابری در افغانستان قربانی شد. او تاکید کرده است قومی که در اکثریت بود به حاشیه رانده شد و احساس حقارت کرد. سادات تصریح کرده است برغم اینکه رئیس جمهور خود از پشتونهای قندهار بود، اما تعداد کمی از پشتونهای بلندپایه در حکومت جای داشتند. او خاطر نشان کرده است که این افراد نیز به فکر جیب خود بودند، نه از مردم. این همه در حال است که نظام جمهوریت با مقاومت اندک نیروهای امنیتی حدود 4 ماه پیش سقوط کرد. و واکنش ها به فرمان تازه ملا هبت الله، حقوق اساسی زنان در نظر گرفتن نشده است. ملا هبت الله رهبر طالبان به تازگی درباره حقوق زنان فرمان صادر کرده است. این فرمان بیشتر بر حقوق ازدواج، میراث و سنت های ناپسند جامعه متمرکز بوده و درباره حق کار، تحصیل و آموزش و مشارکت سیاسی زنان و دختران در دولت جدید سخنی زده نشده است. همچنان در این فرمان مشخص نشده است که زنان تا چه میزانی در حکومت سهیم خواهند بود و زیر چه شرایط میتوانند در بیرون از خانه فعالیت کنند. این فرمان اما در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلف روبرو شده است. شماری از شهروندان معتقدند که این فرمان چیز جدیدی برای زنان نداشته است، زیرا با باور آنان بیشتر مردم نسبت به این حقوق آگاهی دارند و با آن عمل می‌کنند. همچنان زنان و دختران نیز به نحوی از این فرمان انتقاد کرده و گفتند که در عصر کنونی همه به این حقیقت واقفند و طالبان باید حقوق اساسیشان را که همان تحصیل، کار و مشارکت در دولت است مراعات کنند. با سپری شدن نزدیک به 6 ماه از تسلط طالبان بر کابل، ملا هبت الله رهبر حکومت سرپرست طالبان یک فرمان جدید درباره حقوق زنان صادر کرده است. او در این فرمان دستور داده است که حقوق زنان و دختران باید به صورت جدی مراعات شود. در این فرمان که بیشتر در مورد ازدواج و حق میراث تمرکز شده، آمده است که رضایت دختران بالغ حین نکاح شرط اساسی است. در این فرمان تاکید شده است که هیچ کسی نمیتواند با استفاده از زور و جبر زنی را به نکاح مجبور کند. هبت الله گفته است زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی آن را در بدل صلح به بد دادن نمیتواند. در بخش دیگر این فرمان به حق میراث نیز اشاره شده و گفته است که
زن از مال همسرش سهم مشخص میگیرد و کسی حق انکار آن را ندارد. او همچنان افزوده است که پس از وفات شوهر هرگاه عدت شرعی یا 4 ماه و 10 روز یا وضع حمل سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور بر نکاح گرفته میتواند و نه فرد دیگری. همینطور با گفته رهبر طالبان، افرادی که چندین همسر دارند مکلف به پرداخت حقوق برابر با آنان هستند و باید میان همسران خود عدالت را برقرار کنند. او به وزارت حج و اوقاف دستور داده است که برای آگاهی دهی از حقوق در نظر گرفته شده برای زنان در این فرمان از طریق مساجد و منبرها آگاهی دهی کنند. در این فرمان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز مکلف شده است که مواد و مطالب مفید ترغیبی را برای رعایت حقوق زنان در سراسر کشور آماده و نشر کند. با گفته ملا هبت الله، این کار برای آگاهی مردم در مورد حقوقی که شریعت برای زنان تعیین کرده مؤثر است. این فرمان اما واکنش های متفاوتی را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است. شماری از شهروندان این فرمان را چیز جدید نمی دانند و معتقدند که طالبان با این کار می خواهند توجه جامعه جهانی را جلب کنند تا به نحوی به رسمیت شناخته شوند. زکیه از کاربران شبکه های اجتماعی با انتقاد گفته است که این فرمان در مورد حقوق زنان در بخش ازدواج است. با گفته او، زنان من حیث یک انسان و نیمه از جامعه حقوق اساسی چون حق تعلیم، تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز دارند. و با انتقاد از این فرمان نوشته است، در قرن 21 این حق را به زنان میدهند. مسلم است که ازدواج امر کاملا شخصی است. فقط خود زنان حق دارند این تصمیم را بگیرند. از سوی دیگر، وی برنامه های آگاهی دهی طالبان برای رعایت این فرمان را نیز کارساز ندانسته است. با گفته او، زمانی که یک خانواده مجبور می شود به علت تنگ دستی و فقر دختران و کودکانشان را بفروشند، چون این اطلاعیه ها کارساز نیست. او این فرمان را بیشتر عوام فریبی توصیف کرده و افزوده است که این فرمان جنبه تبلیغاتی دارد و طالبان قصد دارند با این کارشان از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شوند. این کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است، زمانی که حکومت سرپرست طالبان عملا اجازه کار را به زنان نمیدهند و مکاتب دخترانه را مسدود نگه میدارند، جهانیان بعید است که حکومت سرپرستشان را به رسمیت بشناسند. او تاکید کرده است اگر اینها واقعا صادقا دل مردم افغانستان را به دست بیاورند، زمانی که مردم طالبان و حکومتشان را به رسمیت بشناسند، آن وقت جهان هم به رسمیت خواهد شناخت. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.